کالین پاول اولین وزیر خارجه امریکا افریقایی ایالات متحده جان خود را از دست داد بر اثر ابتلا به کرونا. پسر آن مهاجر جامائیکایی در دوره چندین رئیس جمهور نقش تاثیرگذاری داشت. از حمله به پاناما در 1989 تا عملیات طوفان صحرا در جنگ خلیج فارس. اما همه اینها یک طرف، آن سو مهمترین چیزی که از او در ذهن‌ها مانده و خواهد ماند این سخنرانی پاول در شورای امنیت است. دو دهه پیش وقتی گفت شکی ندارد که صدام دارای سلاح‌های کشتار جمعی است. Every statement I make today is backed up by sources. بعد به عراق حمله شد. سلاح کشتار جمعی هم در کار نبود. کالین پاول بعداً گفت که این سخنرانی لکه ننگی در کارنامه‌اش شده. I regret it now because the information was wrong. منابعش اطلاعات غلط به او داده بودند. اگرچه پاول بارها و بارها ایران رو هم متهم کرد به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، اما اون چه که از پاول در اذهان باقی مونده همون سخنرانی معروفیه که عرض کردم اینجا در شورای امنیت سازمان ملل، با اطلاعات غلط و گمراه کننده. آتش جنگی رو برافروخت که تا سالهای سال تبعاتش جهان رو درگیر کرد و هزاران هزار شهروند جان خودشون رو از دست دادند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل متحد.